نخوندی قرآن؟ میگه ان نشان اکه بل ابتر. این عدم اومده است. بطریه یعنی چه فرقی؟ کسانی که در مسئله دین بطری می اندیشن. یعنی چه؟ میگه دین دوستی با اهل بیت، بالا سر ما اهل بیت رو دوست داریم، مودت فی القربا رو قبول داریم، اما نه به این معناست که لازمه دوستی دشمنی با دشمنانشون باشه. دوستی اهل بیت رو قبول میکنیم، دشمنی با اهل بیت رو نمیپذیریم. یه فکره، یه حرکت فکریه. اون وقت اگر متوجه نشی که این ریشه این حرکت فکری از کجاست، یعنی بچه میره مدرسه دو سال سه سال میره تو محیط دانشگاه، این فکر بچه بچه شیعه اثناشری که عاشورا با فرهنگ عاشورا و محرم الفت گرفته، اللهم خص انت اول ظالما باللعن مني وابدأ به اولا ثم لعن الثانيه والثالثه والرابعه، یا وقتی بهش میگی اللهم لعن اول ظالما ظلما، میگه آقا چه ضرورت داره ما بیایم دین رو آغشته و آلوده کنیم به لعن و براءت و دشمنی؟ مگه دین اساسش بر دوستی نیست؟ از این واژه استفاده میکنه. دین فقط باید جاذبه داشته باشه، دینی که توش دافعه باشه، دینی که بخواد دفع داشته باشه، لعن داشته باشه، طرد داشته باشه، من این دینو نمیپذیرم. بعد میشه حرکت فکری. بعد وقت میان میشینن توی مسجدها، امامزاده ها، مجامع عمومی، میره میگرده مفاتیح الجنان عاشق عباس رو پیدا میکنه، با دعای کمیلش کاری نداره، میگه کمیل بخونش کاری نداره، هر روز دعای کمیل بخونه، میره زیارت عاشورا رو میکنه. یا اگر زیارت عاشورا رو میخواد ترویج کنه، تا مقطع لعنش رو میگه، میگه به این اللهم لعن اول اینا رو دیگه نگو، یعنی چیش کن. یا میاد تشکیک میکنه اساسا در سند زیارت عاشورا. زیارت عاشورا بچه شیعایی که امشب شب دوازدهم ماه رمضان تو محسینی کربلایی ها نشستید، زیارت عاشورا مهمترین پشتوانه مکتبشون است.